سلام ارزون کنم خدمت تمام شما عزیزان دلم پوریا هستم و باعث افتخارم که بار دیگر در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم یک ویدیوی دیگر رو در کنار هم هستیم برای دوستان عزیزی که تازه با این چنل آشنا میشن لازمه ذکر کنم که ما هر هفته موضوعاتی داریم که علاوه بر جنبه های پزشکیش میتونه بسیار جذاب هم باشه و برای خیلی ها مفید باشه مثل موضوع ویدیو امروز که در رابطه با ریزش موی ارسی هست که قبلا راجبش مفصلا توضیح دادم که شاید کمتر جایی چنین توضیحاتی رو کنار هم پیدا بکنید در واقع این توضیحات تکرار مکرراتی که در رابطه با ریزش موی ارسی وجود داره نیست و حاصل تجربیات عمیق خود من در این زمینه بود که در اختیارتون قرار دادم در قسمت کارتا قرار میدم اگر ندیدید حتما قبل از این ویدیو اون ویدیو رو ببینید چون این ویدیو در واقع ادامه ویدیوی ریزش موی ارسی مردانه هستش چرا لازم دیدم که ویدیوی دیگری بسازم در اون ویدیو ذکر کرده بودم که فیناستراید درمان ریزش موی ارسی نیست و این حرفم رو همچنان هم پاش میستم ولی خب بعضی از عزیزان که قابل درک هستش این موضوع در مقابل این موضوع مقاومت کردند و میگفتن که تاییدیه افتی داره و یا تنها قرص تایید شده برای درمان ریزش مو هستش اولا علت ایستادگی چنین افرادی در مقابل این دارو اینه که تنها امید خودشون رو همین دارو میبینن و وقتی که نقض میشه از طرف یک نفر خب طبیعتاً انگار که تمام امیدشون نقشه براب شده ولی من در همون ویدیو کامل توضیح دادم روش های مؤثری که شما میتونید پیشگیری بکنید از ریزش موی ارسیتون رو و به نظر من فیناستراید واقعا لزومی نداره مصرفش و اینکه شما بخواید تمام امیدتون رو بذارید روی قرصی که دو سر ضرر هستش واقعا و در مورد تایید FDA هم توضیح خواهم داد قبل از اینکه برم سر موضوع ویدیو امروز لازم خدمتتون عرض کنم که هر هفته مثل این هفته موضوعات جذابی داریم با تاپیک های پزشکی سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها اگر این موضوعات براتون جذابه یا میتونه بهتون کمک بکنه حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کانال سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندن اما در مورد فیناستراید و تاییدیه FDA ببینید دوستان چه داروهایی رو شما در زندگی خودتون میشناسید هر دارویی که میشناسید قاعدتا چندین داروی مزر در ذهنتون هست یعنی هیچکس معتقد نیست که تمام داروها مفید هستن قطعا اگر بگردید داروهای مزر در ذهن خودتون پیدا میکنید که شاید حتی اطرافیان خودتون رو من بکنید از خوردن این داروها و جالبه بدونید که این داروها رو شما وقتی از داروخانه میخرید به احتمال خیلی زیاد هم تاییدیه وزارت بهداشت کشور خودتون و هم تاییدیه FDA و تاییدیه جهانی دارند اما یا همشون مفیدن خیر فیناسترایت هم تاییدیه FDA داره و دارو و ماده است که به هر حال یک عملی رو در بدن انجام میده و گاهی واقعا نیاز است مصرفش و دارویی است که باید تولید بشود اما برای ریزش موی ارسی مفید نیست و نباید جزو انتخابات شما باشه به چه دلیل بیاید با هم اصلا یه ذره بیشتر با این دارو آشنا بشیم ببینید فیناستراید اصلا چی هستش ببینید فیناستراید در اصل برای درمان بیماری بزرگ شدگی قدد پروستات بدون ترکیب با داروی دیگری و یا با ترکیب دیگر داروها استفاده میشه یعنی هدف اصلی که فیناستراید رو ساختن بزرگ شدگی غده پروستات بوده بنابراین اگر تاییدی افتیایی داره چون خاصیتی داره اما یا همه جا میتونه مفید باشه خیلی از داروها داروهای خواب مسکنهای قوی اینها تایید افتی دارند. دارن ولی آیا همیشه شما میتونید در هر موردی استفاده بکنید و به هر میزانی که دلتون میخواد قطعا نه همچنین فیناستراید برای درمان بیماری هایپرتروفی خوشخیم پروستات که عوارض اون تکرر ادرار و یا مشکل در دفع کردن ادرار هم هست مورد استفاده قرار میگیره علاوه بر اینها این که نیاز به عمل کردن پروستات رو کمتر بکنه هم وجود داره بنابراین این دارو دارویی نیستش که من بگم سراسر ضرر هستش پس تایید FDAش رو به این دلیل داره در مریضی های دیگه بیماری های دیگه کاربرد داره خوردن فیناسترایت اما در این میان برخی از داروها به دلیل یک ساید افکتی که ایجاد میکنن در بدن یعنی آرزه جانبی هدف اصلی اون دارو چیز دیگری است یک آرزه جانبی دیگری ایجاد میکنه همیشه این آرزه جانبی مزر نیست مثلا آرزه جانبی فیناستراید این بود که دیدند باعث میشه ریزش موی ارسی مردانه کمتر بشه و خب این مورد توجه قرار گرفت و یک دوره ای اصلا به عنوان داروی ریزش موی ارسی خیلی ها شناخت پیدا کردن چرا این اتفاق افتاد خب به خاطر اینکه طبیعتا افرادی که به بزرگ شدگی قده پروستات و یا سرطان خوشقیمه پروستات دوچار میشن قطعا کمتر از افرادی هستند که به ریزش موی ارسی دوچار میشن پس وقتی در اومد که این دارو میتونه موثر باشه برای ریزش موی ارسی بر روی زبان ها افتاد و بر روی زبان تعداد افراد بیشتری هم افتاد و به خاطر همین به عنوان درمان ریزش موی ارسی معرفی شد در حالی که اصلا این چنین نبوده و نیست همچنان هم اما خواص شیمیایی فیناسترایت فیناسترایت به صورت پودری و به شکل کریستاله نقطه زوب شدود 250 درجه سانتیگراد در آب حل نمیشه اما در محلول هایی که به صورت رقیق الکل در اونها وجود داره و یا محلول کلروفورم حل میشه و فرمول شیمیاییش رو هم براتون داخل تصویر میذارم که مشاهده بکنید اما میپردازیم به درمان ریزش مو با استفاده از قرص فیناسترای. من این رو به صورت کامل در ویدیوی ریزش مورسی توضیح دادم اما اینجا دیگه اختصاصی دارم توضیح میدم ببینید یک آنزیمی در بدن وجود داره به نام 5 الفا ردوکتاز 5 الفا ردوکتاز چه کار میکنه 5 الفا ردوکتاز مسئولیتش تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون هستش حالا چرا 5 الفا ردوکتاز این کارو میکنه خود هورمون تستوسترون در بدن به خودی خود قدرت آندروژنی که کمتری از دی هیدروتستوسترون داره صفات ثانویه جنسی که شامل کلفت شدن صدا توانایی جنسی مرد و در اومدن ریش و موهای زاید هست و چیزهای دیگه توسط تستسترون به صورت کامل انجام نمیشه و توسط دیهیدرو تستسترون به صورت کامل انجام میشه به دلیل قدرت آنروژنی که بالاتری که داره این هورمون استرویدی که حالا بعدها در مورد خود استروید ها هم توضیح میده و این هورمون باعث میشه که در واقع صفات ثانویه شما تکمیل بشه خب حالا فیناسراید چه کار میکنه؟ فیناستراید وظیفهش وظیفش و کارش در واقع مهار کردن تولید هرمون فایوالفا ردوکتاس هستش خب شما این قرص رو وقتی مصرف میکنید برای درمان ریزش مو در سنین جوانی علال خصوص فایوالفا رو در بدن خودتون کور میکنید اما یا برای همیشه اگر برای همیشه فای دکتاز رو بتونید از بدنتون حذف کنید که خب بلوغ جنسی در شما شکل نمیگیره و خودتون قضاوت بکنید که این اتفاق خوب هست یا خیر اما اگر به صورت موقت این اتفاق در بدن شما بیفته و فایوالفاردوکتاز در بدنتون مهار بشه در همون مدت اولا بلوغ جنسی رو که نخواهید داشت و هر کار مفیدی که تستسترون در بدن شما میخواد انجام بده انجام نمیشود به صورت کامل و بعد از اینکه شما فیناستراید رو مصرفش رو قطع بکنید هم اون فایوالفاردوکتاز برمیگرده و دیهیدروتستسترون برمیگرده و باز هم باعث ریزش موی ارسی شما خواهد شد اگر به صورت کامل هیدروتستوسترون در بدن خودتون از بین ببرید به مشکلات جنسی و مشکلات دیگر برخواهید خواهید خورد اگر به صورت کامل از بین نبرید دوباره ریزش مو رو خواهید داشت بنابراین به چنین دارویی میگن دارویی که دو سر ضرر ایجاد میکنه یعنی اگر اثرش به صورت دائمی باشه ضرره به صورت موقت باشه باز هم ضرره اما نحوه مصرف فیناستراید چگونه است ببینید این داروی خوراکی به شکل قرص از طریق دهان وارد بدن میشه معمولا در روز یک بار از اون استفاده میشه و میتونید به همراه غذا یا بدون غذا استفادهش بکنید در درمان ریزش مو با فیناستراید احتمال داره دوره درمانتون تا سه ماه به طول بیانجامه و تا شروع پیشرفت درمانی رو حس بکنید این مسئله به این دلیله که ریزش و رویش مو هر دو جز اتفاقهایی هستند که به آرامی و به مرور زمان اتفاق می افتن زمنان خود FDA فیناستراید رو برای زنان خوردنش رو تایید نکرده برای درمان ریزش موی زنان از این دارو استفاده نمیشه و درمان با این دارو برای اونها ثابت نشده فیناسراید به دلیل دخالت در تعیین جنسیت جنین برای کسانی که باردار هستند و یا در سنین حاملگی قرار دارند استفاده نمیشه و در صورت استفاده سبب ناهنجاری در ارگانشناسی جنین میشه علاوه بر این از این دارو و از راه مهار تبدیل شدن تستسترون به دیهیدرو تستسترون یا دی, دی ممکنه که اختلال در قسمت خارجی دستگاه تناسلی جنین پسر هم بشه این دارو به شدت مضر هستش دوستان اگر واقعا خودتون رو دوست دارید به جز اون بیماری های خاص در هیچ موردی سراغ این دارو ناری. عوارض جانبی فیناستراید رو خدمتتون عرض بکنم ببینید ناتوانی در نعوز و یا حفظ حالت نوز، حتی در سنین اوج جوانی به راحتی توسط فیناستراید به وجود بیاد افسردگی به دلیل کم شدن هرمون جنسی مردانه جالبه بدونید که روحیه مردان به هرمون مردانه به صورت مستقیم وابسته است و اگر کم بشه قطعا میتونه به راحتی یک مرد رو افسرده بکنه کم شدن میل جنسی درد گرفتن بیزه مشکل در انزال و یا کاهش انزال اشکال در نفس کشیدن و بلعیدن تغییرات سینه مثل افزایش سایز برآمدگی درد یا ترشح نوک سینه بوسورات جلدی خارش تورم صورت و لب و کهیر و همچنین احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات درجه بالا اینها همه از عوارض فیناسترایت هستش دوستان عزیز من آیا میارزه استفاده از این دارو برای درمان ریزش مو حتی اگر موثر باشه در درمان ریزش مو با چنین عوارضی میارزه استفاده کردنش ضمن اینکه من خدمت شما به جرأت ارز میکنم که موثر در, در درمان ریزش مو نیست بنابراین ضربالمثلی هستش که میگن آنچه که شرط بلاغ بود با تو گفتم خواه پند گیر خواه ملال از این دارو استفاده نکنید و سلامتی شما در درجه اول و زیبایی در درجه دوم مهم هستش بنابراین سلامتی خودتون رو با هیچ چیز به خطر نندازید امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید سوال یا ابهامی بود به دیده منت در کامنت ها پاسخ خواهم داد تا ویدیو بعدی خدا نگهدار